خب اشاره کردم به این کتاب که مقاله 59 فدرالیست رو داشتم میخوندم، البته اشاره به این جاهای دیگه هم شده، ولی گفتم که صفحه 555 ایناش شبیه باقی صفحاش کل نقل قول داره که جالبه. گفتم چند تا جملهش رو همینجوری براتون بخونم. این مقداری راجب سناست. مثلا میگه یه آقای جان دیکنسن نقل قول میکنه ازش که سنا بایستین to consist of the most distinguished characters distinguished for their rank and life and their weight of property. سنا باید تشکیل بشه از یک اشخاص برجسته، کسایی که مال و منال دارن، کسایی که از درجات بالا میان تو جامعه، and bearing as strong a likeness to the British House of Lords as possible. و باید سنا رو خیلی شبیه به مجلس خواص بریتانیا بکنیم. این House of Lords، این لورد و اینا رو حتما دیدید دیگه که چجوری به این اشخاص پولدار و کسایی که خانواده‌های اشرافی هستن و اینا میگن لورد. حالا چک میکنید تاریخو که میخونید بیشتر آشنا میشید. بعد ادامه میده، میگه سنایی که توش مردمانی باشند که the families and wealth of the aristocracy، سایی که با پول خانواده های پول و خانواده های اشرافی وارد این برنامه بشن. In order to establish a balance that will check the democracy، که یک توازن قدرتی باشه که جلوی دموکراسی رو بگیره. پس همینجوری میخواستم بگم که ببینید لغت دموکراسی در اون زمان خیلی چیز مثبتی نبود. بعد از همیلتون نقل قول میکنه. همیلتون هم همیشه بیرو درواسی میگفته، میگفته جامعه دو طبقه آدم هن. یه همین آدم های معمولی که باید مواظبشون باشه آدم، یکم اشخاصی که برجسته هستن و این برنامه ها. و میگه که both must be given power that each may defend itself against the other. حالتی باشه که هر کدوم این طبقات قدرت رو باید داشته باشن، ولی همش باید مواظب باشی که همدیگر رو چک بکنن، یعنی تو روی هم باستن از نظر قدرتی. حواسشون باشه که اون یکی پاشو از گلیمش بیرون نمیذاره. بعد همیلتون هم اخطار میده که We need to be rescued from the democracy. باید از شر دموکراسی خب علاجی پیدا بکنیم برای این شر. بعد a democratic assembly to be checked by a democratic senate and both these by a democratic chief magistrate. Nothing but a permanent body, a senate for life, can check the imprudence of democracy. پس میگه بایستین اینا رو بذاریم بر علیه هم دیگه باستن که هم دیگه مواظب یک دیگه باشن، و به علاوه بر این سنا رو سناتورا رو بایستین اجازه بدیم که برای طول عمرشون، یعنی تا جایی که میتونن سناتور بمونن. خب این بهتون گفتم یه سخنرانی میکنه 5-6 ساعته که همه میگن بابا این دیگه چقدر شیفته سیستم بریتانیاست. چون همیلتون خودش توی جزیره کوچیکی به دنیا آمده بود و بعد همون اول تینیجریش اومده بود آمریکا و اینا، شبیه به این باقی آمریکایی‌های اون زمان همچین دلبستگی به یه ایالت نداشت. اونجوری همش میگفت مثلا آمریکا یه کشور
کشور متحده ای بشه و زیاد ایالت میالت ها رو بیخیال. و از طرف دیگه همیشه هم میگفت سیستم بریتانیا محشره، که مثلا هاوس آف کامونز دارن، مجلس عوام دارن، هاوس آف لوردز دارن، هاوس آف لوردز هم که برای طول عمرشون میتونن اون تو بمونن و شاهشون هم که شاه اونم طول عمرش هستش. این همیلتون اگه اجازه بهش میدادن سنا رو میکرد که سناتورا، و همونطوری که دادگاه چیز قضات دادگاه فدرال برای طول عمر میتونن خدمت بکنن، این میگفت سناتورا هم باید همین جوری باشن. بر رئیس جمهورم تا دلش میخواد پس از هم بکنیم رئیس جمهور رو تقریبا شبیه اون شاه بریتانیا، که مردم همون بود که همیلتون و مدیسون شروع کردن به شک کردن. پس طرف دیگه گوورنر موریس، یعنی همونی که بالاخره آخرش پاک نویس همین قانون اساسی آمریکا رو نوشت، اونم میگفتش که یه چیز دیگه میگفت، یه حالت دیگه میگفت که این کسایی که خیلی پول دارن ما احتیاج داریم، ولی بایست این آدم خیلی مواظبشون باشه. And they must be kept within their proper sphere. یعنی اجازه بدیم که در یک محیط درست حسابی، یعنی یه دایره بهشون بدیم که در این دایره حقوقی دارن، ولی باید مواظب باشه که آدم یه وقتی از حد قانونی خودشون عبور نکنه. و این آقای گوردن وود میگه که این سه نفر رو، یعنی دیکنسن و همیلتون و موریس و حرفاشونی که آدم نگاه میکنه درست تقریبا با همدیگه جمع میزنه، میشه یه مخرج مشترک گرفت و دیده اون زمان آمریکایی‌ها به این سیستم فدرالیسم رو بایستین ازش برداشت بکنه. یعنی میدونستن که پولدارا بایستین بیان توی دولت باشن و جلوی بی پولا رو واستن. و اینم صحبت کردیم قبلش که دیگه این وقتی میگن پولدار و بی پول، در اون زمان گفتن بی پولا وقتشو ندارن بشینن سواد درست حسابی یاد بگیرن، در مورد دیپلماسی یاد بگیرن، در مورد نمیدونم قوانین بین المللی یاد بگیرن، اقتصاد یاد بگیرن و اینا. به خاطر این خواص و پولدارا هستن که وقت لیژر دارن، یعنی وقت اضافی که برن همه این کارا رو بکنن، به خاطر اون اینا میگفتن ما داریم میگیم پول داره بی پول، مثلا نمیخوایم به کسی بی احترامی بکنیم. ولی خب در حقیقت وقتی باشون بشینی صحبت بکنی، خیلی هاشون مثلا بی پولا رو اگه روشون میشد بهت بگن بودن گیجن، اینا بی سوادن، گیجن، حالیشون نیست، چیزی رو نباید دولت بدی دست اینا. به خاطر این ورداشتن یه مقداری قوه مقننه رو تقسیم کردن، گفتن اجازه میدیم که مجلس نمایندگان مردم کم پول و کسایی که سخت کار میکنن و وقت زیاد مطالعه اینا ندارن، میدیم اونا راحت تر بتونن در این مجلس خودی نشون بدن، نماینده انتخاب بکنن، ولی سنا رو بایستین یه کاری بکنیم که یه شرایطی بشه که فقط اونایی که زمیندار و پولدار هستن بیان سعی بکنن سناتور بشن، که جلوی اگه نماینده های این بی پولا اومدن یه وقتی کاری بکنن که برخلاف مصلحت دراز مدت کشور و مخصوصا پولداراست، اینا جلوشونو بگیرن. بعد ببخشید اینا بیشتر صفحه 554 بود. توی صفحه 555 آقای جیمز ویلسون که یکی دیگه از اونایی که توی کانونشن بود یه حرف دیگه میزنه که ما با هم دیگه راجبش صحبت کردیم، ولی بذارید دو مرتبه یا
یه یادآوری بکنم. ویلسون میگه ما شرایطمون با بریتانیا فرق داره. We have no materials for a similar one. Our manners, our laws, the abolition of entails and of primogeniture, the whole genius of people are opposed to it. اینجا ویلسونه میگه نه ما یه مقداری فرق داریم، فرق زیادی داریم با انگلیس به خاطر این قانون پرایموجنیتور، که اینم بهتون گفتم که جفرسون خیلی فعال بود که این قانونو حداقل تو ویرجینیا از توی کتابای قانونی در بیاره، بگه این قانون به درد انگلیس میخوره، به درد ما نمیخوره. اونم یادتون باشه اینی بود که تمام ملک یه پدر بعد از فوتش میرفت به پسر ارشدش و باقی بچه ها هیچی نمیگرفتن از ملک. اینطوری بود که خانواده ها همینجوری اشرافی میموندن، چون زمین توی انگلیس نسبتاً کم بود، اینجوری فرمول ریخته بودن که قدرت توی خانواده های اشرافی بشه و قدرت بمونه و اینا. ولی تو آمریکا انقدر زمین بود، اینا اولین کاری که کردن میکنن ما نمیخوایم اشرافی داشته باشیم اینجا، یعنی حداقل کسی که بیاد برای خودش تیترو اینا بزنه. خب اینا میگفتن titles of nobility، تیترای آرمانهای اشرافی، اسمای اشرافی. این آمریکا زمین ما زیاد داریم و این به همون اجازه میده که یه همچین چیز چرند و پرندی رو که توی انگلیس هست توی جامعه ما رخنه نکنه. خب پس فعلا واجزه.